در کتاب گنجی شافعی که اونجا از امام زمان علیه السلام صحبت های میکنه، یه روایت آورده از قول، بله، از قول آقا رسول الله، از حذیفه این روایت رو نقل میکنه که مفصل، من کاری به اون اسمش دارم، که فرمودن یکی از اسامی، البته اول فرمودن اسم او اسم من است، کنیه او کنیه من است، خلق او خلق من است، اخلاق او اخلاق من است و خلقتش خلقت من است. و عرض میکنم که یکی از اسامی ابو عبدالله، یکی ابو جعفر، یکی ابو محمد، یکی ابو ابراهیم، همه اینها اسم امام زمان علیه السلام هست. ابو الحسن، ابو الحسین، ابو تراب، اینا اسامی حضرت که آقا رسول الله مختلف فرمودن و هر کدوم رو هم معنا کردن. معلومه وقتی امام زمان بیان بندگان خدا پدر میخوان، پدر بندگی، عبدالله یعنی بنده، بنده خدا، بندگان خدا. ولذا امام حسین رو میگن ابا عبدالله، چون اگر عبادتی میشود به برکت کربلاست. به امام سجاد میگن ابا عبدالله برای اینکه دین و اونچه از دین مانده است از بیانات ایشان است، و اگر خدا بندگی میشود به خاطر فرمایشات حضرت است. به امام زمان هم یکی از حرفا همینه، یکی از اسامی همینه، ابا عبدالله یا ابو عبدالله، چون در زمان حضرت بندگی که میشود به واسطه امام زمان علیه السلام میشود. دلایلی هم آورده که برای ابو محمد و ابو ابراهیم، البته در اون قضیه جزیره خضرا یا که حالا میگن شاید همون جزیره برمودا باشه، اونجا الان فرزندان حضرات، فرزندان امام زمان علیه السلام زندگی میکنن، بعضیشون از این اسما دارن، جعفر، محمد، ابراهیم، حسن، حسین، که امام زمان پدر اونها یا پدر بزرگ اونها هستن. فرضا به این اسامی، و البته دلایل دیگه هم داره، حضرت با این اسامی هم خوانده شدند. صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد.